سلام خدمت دوستان و همراهان کانال تحلیلی سیار رنج، امیدوارم حال همگی خوب باشه. خوشحالم با یکی دیگه از برنامه ها در خدمت شما هستم. امروز چهارشنبه 22 آذر 1402 مصادف با 13 دسامبر 2023 هستش. مطلبی که امروز میخوام براتون درش صحبت کنم یه ویدیویی هست که چند وقت پیش در یه جستجویی پیدا کردم، دیدم و خیلی برام عجیب و جالب بود. گفتم با شما هم به اشتراک بذارم در مورد این، حالا به قولی جنبش زن زندگی آزادی که در سال قبل در ایران خیلی اوج گرفتش و اثراتش هست، شاید هنوزم هست در فضای مثلا خارج از کشور، و این اتفاقاتی که جدیدا هم دیدیم به جون هم افتادن، مخصوصا سلطنت طلبها به جون بقیه افتادن. این گروهایی که با هم متحد شده بودن 5 6 نفر، اول 9 نفر بودن، بعد 5 نفر 6 نفر امضا کردن، بعد دیگه دوباره همه از هم جدا شدن، تا اینکه تو مراسمی که پریشب بود برای اهدای جایزه صلح نوبلی که امسال داده بودن، دوباره دو سه تا از اینا اومدن با هم دیگه همدیگه رو بغل کردن و گفتن ما میخوایم متحد بشیم و چرا ول کردی و چرا اینا، و خلاصه به هم دیگه زیر تعارف کردن. ولی به نظر میرسه مهمترین گروه، گروه سلطنت طلبها و اون طرفدار اونا هستن که در واقع دیگه بقیه رو در حد و اندازه خودشون نمیدونن، هر کدوم جدا رفتن و هر کیم داره به هر کی فوش میده. مثلا سلطنت طلبها رو دارن به بنیاد صلح نوبل فوش میدن که چرا نمیدونم فلانی رو انتخاب کردید، باید میمدید از ما انتخاب میکردید، اون یکی داره به اون فوش میده، این داره به اون فوش میده. خلاصه همه در حال فوش دادن به هم هستن و دنبال در واقع غنیمت جمع کردن. یکی رفته زیر چتر نمیدونم اسرائیل، اون یکی رفته زیر چتر فلان، پومپو رفته توی کمپ مجاهدین خلق منافقین توی آلبانی، اون مثلا از اونها حمایت کردن، سلطنت طلبو دوباره ریختن به اون فحاشی کردن، به پومپو فحاش کردن. حالا اینایی که در زمانی که ترامپ و پومپو سر کار بودن با اینا دیدار داشتن و رفیقشون بودن، حالا شروع کردن به اینا فوش دادن، اون طرف طرفدار مسیح علی نژاد به اینا فوش میدن. خلاصه همشون دارن به هم فوش میدن و یک وضعیت آشفته ایه که من حالا در ویدیوهایی که اگر سرچ کنید در مورد جنبش زن زندگی آزادی باشه توی کانال من ببینید، 4-5 تا دارم، تو دو سه تاش من این پیش بینی کرده بودم کی مثلا برمیگرده به مهر سال پیش، آبان سال پیش. حالا چیزی که من میخوام امروز با شما به اشتراک بذارم، یه گروههایی در آمریکا، ایرانیای آمریکایی که حالا ضد جمهوری اسلامی هستن، اما شارلاتان بودن این نیروهای اپوزیسیون به اسم اپوزیسیون رو اینها رو خوب میشناسن و رفتن در واقع چیز اینا رو دارن در میارن، بک‌گراند های اینا رو در میارن که اینا چقدر شارلاتان هستن، دنبال پولن، دنبال منابع مالی هن، رفتن شکایت کردن پول مردم ایران رو، مثل مسیح علی نژاد چند تای دیگه، پول مردم ایران رو بگیرن به بهونه‌های مختلف توی دادگاه‌های آمریکایی و از اینجور چیزها. یه فیلمی دیدم از فردی که خب انسان بالاخره چیزی بود، دکتر امیر حسین گنجبخش، پژوهشگر ارشد، رئیس بخش بیوفوتونیک در انستیتوی ملی بهداشت آمریکا، فعال جمهوری‌خواه برای ایران. حالا اینا در آمریکا خیلی فعالیت نمی‌کنن، تو جامعه سیاسی اجتماعی آمریکا اینها فعالیت ندارن، فعالیتشون با اینکه اینجا زندگی می‌کنن اما برای خب ایران هستش دیگه، فعال جمهوری خواه برای ایران و دکتراش فرانسه مثلا که گرفته اومده اینجا. خب از نظر علمی مثلا که آدمی هست که بالاخره در جایگاه خودش حالا داره بازنشسته میشه، سنش دیگه خیلی گذشته، فیلمش رو به شما نشون خواهم داد. ایشون رهبریت حالا این تجمعات رو در چند دهه اخیر، مثلا که بر ضد جمهوری اسلامی تظاهراتی که در واشنگتن دی سی بوده، ایشون به عهده داشته. چند نفر از این کسانی که جوانایی که جدیدن هم اومدن اسم و رسمی گرفتن در این تظاهراتی که اینها آخر هفته ها برگزار میکردن در واشنگتن دی سی، این جوان ها هم ایشون مثل که زیر و پر بالشون گرفته بزرگ کرده، که حالا داستانش مفصل نمیخوام الان به اون بپردازیم. من یه سرچی کردم چون نمیشناختم بالاخره این افراد رو، یه فیلمی تو شبکه خودشون پیدا کردم برای تاریخ 15 مهر 1401 که اینو آپلود کرده، برای همون زمان هاست، حدود 14 ماه پیش دیگه در اوج اون قضایا، اکتبر هفته 2022 اوج اون قضایای چیز، حالا دقیقا یه سال بعدش این ماجرای حمله حماس به سرزمین های اشغالی به وجود میاد، اما یه سال قبل از اون فرض کنید اوج مسئله. حالا خیلی جالبه ببینید گردش روزگار رو ببینید که چگونه اتفاقاتی در داخل ایران میفته، سال بعد اتفاقات در منطقه در سرزمین های اشغالی میفته و چقدر جالبه، یعنی موضوعات دنیا رو بیاین از یه سری زوایای بازتر نگاه کنیم. و من حالا میخوام این
فیلم رو با شما به اشتراک بذارم که آخرین فیلم شبکه اجتماعی خود این آقای دکتر امین حسینی گنج بخش هست، روش ذره صحبت کنیم واقعا واقعا چه چیزی فکر میکنن این افراد حالا به قولی ضد جمهوری اسلامی، واقعا نوع و طرز فکرشون چیه و این دعواها از همون موقع داشته نشون داده میشه. خیلی جالبه، خیلی کوتاهه، چند دقیقه، 2 3 دقیقه بیشتر نیست، خیلی کوتاهه، با من باشید تا اینو براتون بزنم. خب این در واقع یکی از همین حالا شنبه های شنبه های اینها جمعه هایی هست که فکر کنم شنبه شنبه ها ویکند هایی که خب بیکان از سر کار نمی رفتن، می اومدن در واقع در واشنگتن دی سی تظاهرات میکردن نزدیک کاخ سفید تا بگن که آقا مثلا حمایت کنید از مردم داخل ایران و چیکار کنید چیکار کنید. خبرنگار ایران اینترنشنال میره این دکتر امین حسینی گنجبخش رو گیر میاره باش مصاحبه کنه و کیفیت هم یه ذره بده، چون از صفحه پشت مرشم کیفیت اونجا خوب نبود، کیفیت ویدیو، ولی جالبه حالا صداش و صوتش بالاست و این رو ببینید خیلی جالبه. با هم حالا گوش میدیم اولش رو، 3 تا سوال ساده میپرسه. با چند تا از فعالان سیاسی هم من اینجا دارم سعی میکنم اگه بشه صحبت بکنم. دکتر امیر حسین گنجبخش رو میبینم اینجا کنار خودم، اگه بتونم چند دقیقه داشته باشم دکتر گنجبخش رو خیلی سرشون در طول مدتی. حالا اگه اشتباه نکنم در واقع اینم دکتر چیزه، در واقع بذارید من اون فایل درست هم بزنم براتون، این آرش علایی هست اگه اشتباه نکنم، آرش علایی هستش که در واقع این چیز رو انجام میده، گزارشات در واقع ایران اینترنشنال رو انجام میده در واشنگتن دی سی. خب دکتر گنجبخش رو خیلی سر شلوغ، اگه بشه چند دقیقه با ما صحبت کنی دکتر جون، ممنونم ازت از وقتی که به ما دادی. در طول مدتی که شما الان داری فعالیت سیاسی میکنی، حالا تجمع اینجوری دیدی از ایرانی ها؟ بله، ما در زمان جنبش این خیلی جالبه، یعنی همین جواب اولش به نظر من خیلی جالبه. حالا خبرنگار میخواسته خیلی چیز کنه که ببینید چه جمعیتی اومده، که هیچ وقت در تاریخ جمهوری اسلامی همچین جمعیتی نبوده و دیگه جمهوری اسلامی داره فرو میپاشه. اینو ببرید بذارید تو کانتکست تو زمان مهر 1401، یعنی اوج شلوغی است، اول شلوغی است، موتور محرک شروع شده. این میگه خیلی ساده، میگه نه این جمعیت قبلا هم بوده، تو جنبش سبز هم این جمعیت بوده. خیلی جالب این حرفو میزنه. میکنی تا حالا تجمع اینجوری دیدی از ایرانی ها؟ بله، ما در زمان جنبش سبز همین تعداد ایرانی ها آمدن تو خیابون، سکوت، رأی من خب میبینی بعد شد که پس اون موقع اومدن، این که میخوایم بگیم این دفعه اوضاع فرق میکنه، که بعد شد که پس اون دفعه اومده بودن. میگه چی؟ میگه اون دفعه سکوت بود، یادتونه تو ایران هم مثلا چیز بود میگفتن تظاهرات سکوت، راهپیمایی سکوت و مثلا خشونت از طرف حاکمیت و اینا. این هم میگه سکوت بود، اما چون به حرفمون گوش ندادن دیگه مردم اومدن دارن فحش میدن این دفعه. یعنی در ایران هم اینجوری، ولی وقتی یه نهاد ضد ایرانی مثل ولایت برای تخریب اومده، چاره ای نیست که نتیجهش به این شعار برسه و تردید هم نباید کرد، پیروزی خواهد اومد، دیر یا زود داره ولی خواهد اومد. و همینجور که میبینید این نسل جدیده، دهه 80ان خب ایران رو میخوان بسازن، ایران سازه هستن، ایران سازه هستن. حالا این جمله کلمه جدیدی بود برام، جالب بود، ایران سازه هستن، دهه 80ی هستن، میخوان ایران رو بسازن. حالا نمیدونم دهه قبلی نمیخواستن ایران رو بسازن یا چی، و اینا که خارج از کشور هستن، حالا ایرانیای مثلا در این حومه زندگی میکنن، از چند تا از تظاهراتشون از کل آمریکا بالاخره اومده بودن در واشنگتن دی سی که جمعیت هم بیشتر باشه، یا در لس آنجلس یا جاهای مختلف، اینا ایران سازه هستن، میخوان ایران رو بسازن، ایران رو میخوان پس بگیرن. و این کسایی که در ایرانن و مثلا نظامی که در ایران مستقر، حالا ولایت و فلان و اینها، اینا اومدن خراب کنن، مثلا هدفشون خراب کردن چیزه. حالا من تو آمارم بهتون نشون دادم، مثلا آمار به جز چند سال اخیر که در موردش صحبت خواهیم کرد، مثلا انتخابات مجلس هم خواهد اومد داره میادش، در موردش صحبت خواهیم کرد، بحث فسادها و بحث رانتها و تحریم و تورم و مسائل مشکلات داخلی که در موردش صحبت خواهیم کرد، ولی به شما دقیقا نشون دادیم که با آمار و اطلاعات سازمان ملل، بانک جهانی و جای دیگه، که اتفاقا رشد شاخص توسعه انسانی ایران شاخص توسعه بدی هم نسبت به کشورهای مختلف با توجه به شرایطی که از زمان انقلاب داشته و در چند دهه اخیر داشته، شاخص بدی هم نبوده. به معنی نیست که وضعیت خوبه و وضعیت افتضاح هم باشه، نیستش. اما خب
میبینید دیگه، حالا ایشون داره موضوع رو کاملا برعکس نشون میده، ادامش جالبه. ما اومدیم اینجا ازشون پشتیبانی. شما خب شخصیت سیاسی هم هستی، یه سوالی یه مقدار سیاسی تر ازت بپرسم. در شهر واشنگتن دی سی الان روی کرده دولت بایدن نسبت به مسئله ایران و علاقه بسیار شدیدشون برای بازگشت به توافق اتمی رو چجور ارزیابی میکنی؟ خب ببینید، سوال آرش علایی خبرنگار ایران اینترنشنال جالبه. ایران اینترنشنال میدونید جزو اوناست که خب اولا طرف اون تندروهاست، طرف جمهوری ها، نیوکان ها، اونایی که حمله کنید، بزنید، بکشید، تحریم کنید، فلان کنید، این وایس رو میخواد، این صدا رو میخواد در واقع بیشتر مورد توجه قرار بده. و اینکه آقا دموکرات ها شل میگیرن، دموکرات ها با جمهوری اسلامی همیشه شل بودن، جمهوری خواه ها خیلی سفت میگیرن، جمهوری خواه ها خیلی محکمن، جمهوری خواه ها میخوان برن بجنگن، بکشن، بزنن، فلان کنن، این یه دیدگاهیه که اصلاح طلبای ایرانی اون رو ترویج میکنن که بگن اگه میخواین این اتفاق نیفته به ما رأی بدین، اونم دموکرات ها بیان خوبن، اصلاح طلب و دموکرات ها ما با هم خوبیم، ما با هم میتونیم متحد باشیم و باعث بشه که ایران بهش حمله نشه. این طرف نیروهایی که در واقع اپوزیسیون ایرانی تندرو و رادیکال و طرفدار حمله نظامی ان، فکر میکنن که اگر جمهوری خواه بیان سر کار، اینا میرن حمله نظامی میکنن، ایران رو داغون میکنن. نوع سوالش رو باید ببینید. خب کسانی مثلا حالا این مثلا دکتر گنجبخش و اینا، خب اینا هم بالاخره سمت دولتی و بالاخره تو نهادهای دولتی دارن کار میکنن، نمیتونن خیلی راحت موضع سیاسی اونجوری بگیرن. از اون طرف هم معمولا، حالا تو قشر ایرانی ها فرق کنه، ولی معمولا تحصیل کرده ها و افراد چیز، اونایی که حالا لیبرال هم خودشون و ایده های اندیاش دیدن، خیلیشون طرفدار دموکراتان تا طرفدار جمهوری خواه. یعنی مثلا تو انتخابات هم معمولا میرن به دموکرات ها رای میدن تا جمهوری خواه. البته گونه های مختلف داریم که حالا در نوش جداگانه صحبت میکنیم. لذا سعی میکنه در مقابل این سوالی که آقا دولت بایدن بده و دولت بایدن میخواد با ایران خیلی مماشات کنه و اینا، سعی میکنه یک جواب سیاسی بده. خب و جواب سیاسیش جالبه که نسیخ بسوزه نه کباب، و اینکه اولویت دولت بایدن چیه و اینا. ارزیابی من اینه که خب به هر حال امریکای بایدن مسئلهش مسئله اتمی نشدن ایران، ما اینو باید بدونیم. به هر حال در زمینهای کلی میان پشتیبانی هم کردن، مهمترین چیزه که چه کار عملی بتونن بردارن، و مهمترین اینه که امروز الان هست مسئله اینترنت. ببخشید این صدای پشتش، حالا با این آهنگا قرار بود انقلاب بشه دیگه، مثلا ایرانو بسازن و این، حالا کاری با اون نداریم. ببینید خیلی جالب، میگه اولا باید درک کنیم که مسئله اصلی دولت آمریکا و خصوصا بایدن بحث هسته ایران، یعنی بتونن بحث هسته ایران رو کنترل کنن اول. بعد میگه حمایت هم زیاد کردن، یعنی برعکس اون چیزی که حالا میخوان این رسانی مثل ایران اینترنشنال بگن، نه دولت آمریکا حمایت هم زیاد کرده. این باید عملی بشه، و عملی شدنش اینه که بیاد در حوزه چی؟ در حوزه اینترنت عملی بشه. اون فضایی که یادتونه یه سری حرفای خنده‌داری می‌زدن که ایلان ماسک قرار نمیدونم اینترنت رایگان بده، این نمیدونم ماهواره‌ها بیان اینترنت بدن، هر کس تو گوشیش اینترنت در بیاره، استارلینک بیاد، و بعد گفتن استارلینک خودش دستگاه دم و دستگاهش باید بیاد تو اون کشور مستقر بشه، و گفتن نه اینا قاچاق داره میشه و داره میاد و نمیدونم چند ده تا در واقع چیز قاچاق فرستاده داخل، از این چرت و پرتایی که یادتونه چقدر حرفای مزخرف می‌زدن. ولی یکی از بحثاش این بود که قوانین داخلی آمریکا زمان ترامپ کلا شرکت‌های مختلفی که سرویس‌های اینترنت و اینا میدن به ایران رو هم محروم کرده بودن، خود گوگل و اپل و اینها برای اپاشون محدودیت گذاشته بودن، و اینا بحثشون این بود که شما هر چقدر بتونید این اینترنت رو با ایران و دسترسیش رو آزادتر کنین، امتیاز حتی برای ایرانی‌ها بذارید به جای اینکه اونا رو به قل و زنجیر بکشید و تحریم بذارید، خب مردم راحت‌تر میتونن مثلا ارتباط بگیرن و عکس بفرستن و فلان کنن، فیلم بفرستن، اینا از اینجور داستانا. و خیلی الان تو آمریکا دنبال اینه، خیلی از ایرانی آمریکایی خیلی اینه که تا جایی که میتونن مثلا شرایط دسترسی ایرانیان به اینترنت، فضای مجازی، اینا رو تا میتونن بیشتر و بیشتر بکنن. چون حالا ادعاشو اینه، میرن تو کانگره صحبت میکنن که آره مثلا رژیم جمهوری اسلامی همه رو در بند آورده، سانسور داره میکنه و همه مجبورن با فیلتر شکن برن، اله بله بهمانه، و ما باید هرچقدر میتونیم این تسهیل بکنیم. خب پس حرف دکتر گنجبخش اینجا اینه، و مسئله این که در تمام نهادهای بین المللی بیرون کردن عوامل حکومت، اینا حق ندارن، نمایم بیرون همیشه گفتم من به خاتمی. حالا قبل از اینکه من وارد اینش بشم، جالبه، خب اینجا میبینید چرخش میکنه به اون رادیکال ترین گروه اپوزیسیون ضد ایران، که نمایندگان جمهوری اسلامی ایران رو از تمام نهادها بریز بیرون، سفرا رو بریزید بیرون، یک کارو بکنید، اون کارو کنید، اینا رو از رسمیت و مشروعیت بندازید. حالا ببینید اینا اصلا سر سوریه نتونستن این کارو بکنن، یعنی سوریه ای که اتحادیه عرب هم حتی در واقع عضویتش رو لغو کرد، بازم
کرسی‌هاشو در جهان نگه داشت، با ونزوئلا یه ذره اروپای آمریکایی سعی کردن این کارو بکنن که آخرش میدونین اون خوان چیچی بود، گوادرادو چیچی بودش، اونو خلاصه آخرش هم چند ماه پیش انداختن کنار، مثل بقیه کسایی که با سینا میرن پادری میکنن، مثل دستمال کاغذی انداختن کنار و دوباره به خاطر تحریمایی که روسیه گذاشته بودن و میخواستن با دولت مادورو رابطشون خوب کنن تو بحث انرژی، دوباره رابطشون با مادورو قوی کردن و حالا نه اینکه کامل، ولی مادورو اون مشروعیت بین المللیشو که از طرف آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها نقض شده بود، حدود اگه اشتباه نکنم مثلا 47 کشور، اینها تقریبا ارتباطاتشون ارتباطات دیپلماسی و دیپلماتیکشون رو برقرار کردن. خب می‌بینید اینجا یه چرخش تند می‌کنه، آقا بریزید بیروت بکش اینا. جمله بعدیش جالبه، دقت کن. نماینده ایران همیشه گفتم من به خاتمی رای دادم، هوادار جنبش سبز بودم، ولی امروز من به خاتمی رای دادم، من هوادار جنبش سبز بودم، اما با خندم خودش میگه، چون میدونه که خب خنده داره زدن این حرف، اما امروز دیگه کار تموم شده و بعد بریم و براندازی کنیم و این کشور دیگه نمیشه و این حکومت دیگه فلان داره. باید برم خاطر این که تمام فرصت هایی رو که به وجود اومده بود که بیاد به سمت مردم رو سوزونده و الانم که معلوم نیست زنده است یا مرده. حالا این جمله جالبه، اول این مردم که حالا همه خود مردم پندارن میگن کاری ندارم، این که زنده است یا مثلا مرده، داره در مورد آقای خامنه ای صحبت میکنه. میدونید دیگه اون دروغی که اصلا اینا راه انداختن باش اومدن جلو و هنوز هم در موردش برنامه دارن اینه که اگر رهبر دوم انقلاب، رهبر انقلاب فوت بشه، جنگ قدرت در داخل شکل میگیره، بی‌نظمی در داخل شکل میگیره و تمام نیروهای اپوزیسیون باید با هم متحد بشن و بتونن از این فرصت استفاده کنن و در واقع چیکار کنن، رژیم جمهوری اسلامی رو بزنن کنار. و سال پیش حالا یا تمرین قضیه بود، یعنی در آینده برنامه دارن این تمرین اولیه بود، یا اینکه فکر میکنن واقعا اینجوری شده و اومدن بزنن. و میدونید خبرش رو نیویورک تایمز رفت، نیویورک تایمز این خانم فرناز فصیحی که ایرانی الاصل هست اونجا، خانم فرناز فصیحی تو نیویورک تایمز رفت که نشریه بسیار معتبریه، بعد دیگه ایران اینترنشنال میدونید دیگه چرت و پرتایی که نمیدونم هواپیما رفت و اینا رفتن ونزوئلا فرار کردن، این سری رفتن سوریه و نمیدونم پولاشون رو چرت و پرت، یعنی هر چیزی در انقلاب 57 اتفاق افتاده بود، من و تو و ایران اینترنشنال و حالا بی بی سی فارسی یه ذره کمتر، رادیو فردا، وایس اف آمریکا یه ذره کمتر، ولی بازم همه اینها به یک نوع احمقانه میخواستن اون انعکاس و آینه سال 57 رو بیان بدن و مثلا شور بدن و یعنی بازسازی تاریخی تو اذهان مردم بکنن، اونجوری که مثلا رژیم پهلوی و خانواده شاه فرار کردن، خیلی از سران رژیم پهلوی بگن آقا اینجوری جمهوری اسلامی اینجوری شد. و حرفش این بود که مثلا آقای خامنه ای چیز شده، اینا صداشو در نیاوردن بودن، تو دو سه روز آینده گفته میشه مردم برزید داخل خارج و کار این رژیم رو تموم بکنید. و میبینید اون زمانی بود که این شایعه هنوز بوده و این آدمی که این همه دکترا میگیم و سمت داره و آدم چیزیه، ببینید چقدر بدبختی اپوزیسیون جمهوری اسلامی، حالا از یه جهت خیلی هم میگن جمهوری اسلامی شانسش بود این اپوزیسیون، از یه جهت دیگه هم خیلی از ایرانی هم میگن که آقا شاه اپوزیسیونش آدمایی بودن دانشمند فهیم، حالا از گروه های مختلف باشن، چپی راستی مذهبی هر چیزی باشن، آدمای فهیم و دانشمند و اهل حرف و نظر و منطق. جمهوری اسلامی اپوزیسیونش بده، خودش هم سعی نمیکنه خیلی از مناسبات داخلیشو اصلاح بکنه به خاطر این اپوزیسیون داغونی که داره. و میبینید دیگه نفر مثل این برمیاد میگه آقا معلوم نیست مثلا فلانی زنده است مرده است چی اینا، و تو این بازی رسانه‌ای خودشون گیر میافتن و این همه مردم رو میکشن حالا تو ایران تو خارج که آره مثلا کار تموم شد و بچه‌ها بزنیم بریم و ساکاتون جمع کنیم، میخوایم بریم ایران مثلا، بریم خلاصه پارتی و بریم کنار ساحل و اینا. از یک صحبت کوتاهی هم بکنیم راجع به سیاست ها و چرخش دموکرات ها و جمهوری خواهان که در کنگره من باشون صحبت میکنم همه مخالف بازگشت به برجام و جمهوری از اسلامی هستن، اما دموکرات ها وقتی باشون صحبت میکنی دو پهلو حرف میزنن، نه میگویند که میخواهند جمهوری اسلامی سرنگون بشه نه نشه. ارزیابی تو از این عملکرد دموکرات ها چیست؟ حالا گفتم بهتون دیگه ایران اینترنشنال پس با جمهوری خواست، با اون گروه های نئوکان، رادیکال ها، با رادیکال ترین گروه هاست، یه دوباره یه دوگانه احمقانه رو میسازن. من خیلی توی صحبت هام به شما گفتم این دوگانه دوگانه فیکه، دوگانه احمقانه است، دوگانه کاذبه، دوگانه بیخوده، دوگانه که اصلاح طلبای ایرانی ها میسازن، دوگانه که بعضی متاسفانه در داخل و خارج از کشور رو این دوگانه دارن بازی میکنن. و مثلا میگه که جمهوری خواها همه گفتن نه به برجام برنگردیم، گفتگو رو لغو کنید. توی دموکرات ها میاد میگه که
دو پهلو صحبت میکنن، یه سری میگن آره یه سری میگن نه، و میگن که آقا جمهوری اسلامی براندازی کنیم، جواب دقیقی نمیگن. حالا مثلا در مورد جمهوری خواه میگن، دموکرات مثلا جواب دقیقی نمیگن. میگه این بازی دموکرات ها چیه؟ خب و این خیلی جالبه، تو زمانی هم داره این صحبت رو میکنه که هنوز انتخابات میان دوره یه سال پیش کنگره آمریکا نشده بود، عملا کل کنگره و ریاست جمهوری یعنی قوه مقننه و قوه مجریه دست دموکرات ها بود. یک ماه بعد از این انتخابات میشه و مجلس نمایندگان میفته دست جمهوری خواه، ولی سنا هنوز دست کنگره است، یعنی دست دموکرات است، یعنی کنگره دوپاره میشه و عملا دولت آمریکا دوپاره میشه، که تا الان هم مشکلاتش رو میبینیم توی گذاشتن بودجه سالانه و بودجه اوکراین و چیزهای مختلف، این رو میبینیم. حالا ببینیم جواب دکتر چیه دیگه آخر برنامه. ببینید 4 سال پیش من یه مقاله نوشتم و توش گفتم که این خامنه ایه که به برجام نمیخواد برگرده، چون اون موقع میذاختن گردن آقای ترامپ، این رو نبود. خامنه ای پایانش اون روزی که بتونه با غرب اون نزدیکی بکنه. این هفته های پیش هم که صحبت بازگشت به برجام همه خوشحال بودن و صحبت میکردن، من گفتم نکنه فلانی اشتباه کردی، دیدم نه، آقای خامنه ای برجام واسش مرگه، بدونیم اینو، نندازیم گردن امریکایی. امریکایی بالا میرن پایین میان این ور میکنن، زمان ترامپ هم میگیرن تماس گرفتن فلان فلان که آقا بیاید یه کاری. ببینید این اپوزیسیون جمهوری اسلام، حالا خارج از این که این آقایون چرت که اندازه کلاب هاست و خیلی از اینایی که میان اینا هم همین، حالا به روش دیگه همین رو بیان میکنن، اما جالبه دیگه، یعنی این چی میگن، ذهنیت تاریخی و این اون یادگیری حافظه تاریخی ایرانیان، مثلا میگه آقا الان 1332 کودتا 1332 هم مثلا بحث شروع شده، آره بریم مدرک بیاریم و کودتا بود نبود، من گروه ها شروع میکنن حرف زدن، هر کسی نظرش، آیت الله کاشانی اینجوری کرد، مصدق اونجوری کرد، آمریکا اونجوری کرد، شاه اونجوری کرد. این اتفاق همین چند سال پیش افتاده، ایران اومده با خیلی از مخالفت های داخلی هم که بوده، اومده برجام پذیرفته، برجام به نفعش هم نبوده، قراردادش هم متناسب نبوده، در مورد اینا صحبت کردن، هم گفته باشه یا آقا ما میپذیریم کنه. آژانس بین انرژی اتمی 13 بار تایید کرده که ایران داشته کارش انجام میداده اینها. ترامپ اومده زده زیرش، اروپایی هم گفتن تفسیر ترامپ بوده، همه کشورها گفتن تفسیر ترامپ بوده، تو خود آمریکا میگن تفسیر ترامپ بوده. من اون دفعه از یه کانگرسمن سناتور مشهور آمریکایی گذاشتم، هم دموکرات هم جمهوری خواه، که اینا مخالف برجام بودن اما مخالف خروج ترامپ از برجام بودن، و گفتن ترامپ با خروجش از برجام وضعیت رو بدتر کرد. و تو روی شما آدمی که سواد این قضیه نداره، حالا مثلا تو نمیدونم فیزیک خونده، فوتونیک خونده، بایو فوتونیک، نمیدونم رئیس چی چیه، پژوهشگر چی چیه، انستیتوی مؤسسه بهداشت ملی آمریکا چی چی ایناست، سواد این قضیه نداره، فعال سیاسی کرده، خودش فعال سیاسی ایران کرده، مثلا تو آمریکا هم چیزی شما نمیبینید، یعنی بالاخره تو میخوای فعال سیاسی باشی مقداری درس خوندی، سواد تو اون حوزه داری، کسی که از هر جایی نمیدونه بیاد بگه من فعال سیاسی ام، بعد حرفای اینجوری بزنه که خودشو مسخره کنه و دیگران. بعد میاد میگم چی، میگه آره اصلا ترامپ بالا پایین میپرید که برجام بمونه، آقای خامنه‌ای گفت نمیخوام. چقدر اینها وقیح و پررو‌اند و مردم و مخاطب خودشون احمق گیر آوردن. یعنی ترامپی که از شعار انتخاباتیش، از اون انتخابات مقدماتی حزب جمهوری از سال 2015 که تازه برجام داشت قراردادش بسته میشد و مذاکره میشد و امضا بشه، هنوز 2016 اجرایی نشده بوده برجام، ترامپ میگفت ما این قرارداد بعد و ازش مرگ رئیس جمهور خارج میشم، و این قولش اومد عملی کرد. این میگه چی؟ میگه نه آقای خامنه‌ای گفتش بریم بیرون، رهبر ایران گفت بریم بیرون، رهبر ایران نمیخواد برجام. پس کی برجام رو قبول کرد؟ پس کی برجام امضا کرد؟ پس کی برجام داشت اجرا میکرد؟ حتی یک سال بعد از خروج ترامپ از برجام، خروج آمریکا و بازگشت همه تحریم ها، ایران یک سال بعدش هم کامل برجام اجرا کرده، که دولت های روحانی و ظریف و اینا گفتن اعتماد سازی میکنیم، اروپایی ها ببینن ما هستیم و فلان. بعد دوباره میگن آقای خامنه ای نمیخواست چیز کنه. خیلی یعنی حسن این میزان وقاحت رو میبینی، یارو یه سوالی پرسیده و این فرد به جای اینکه بیاد یک تحلیل دقیق نسبت به رفتار دولت بایدن داشته باشه که ما در ویدیوامون داشتیم، یا در مورد جمهوری خواه داشته باشه، سیاست داخلی آمریکا بگه و و و، میاد چی میگه؟ تفسیر ایران، تفسیر خمینی، تفسیر جمهوری اسلامی، تفسیر فلان، تفسیر ولایت، تفسیر فلان، تفسیر فلان، یه چیزی که تو دهن اینا افتاده و صبح تا شب میگن. خیلی خب
من به نظرم این جالب بود که ببینید رهبران اپوزیسیونی که مردم رو جمع میکنن و اینها متاسفانه سطحشون چه سطحیه و در مقابل سوالاتی که ازشون پرسیده میشه چگونه جواب دادن. آخرش هم گوش بدیم. آقای خامنه ای نمیخواد این نگاه به شرق رو یادمون نره. ایشون شوخی نمیکنه وقتی این چیزی میگه، ما جدی نمیگیریم حرفشو. ممنونم، متشکرم. آره این حرفش جالب بود که ایشون که یه چیزی رو میگه ما جدی نمیگیریم حرفشو، باید جدی بگیریم حرفشو. ولی این نگاه به شرقش دوباره برمیگرده به اون بی سوادی که گفتم، که در واقع کسی که روابط بین الملل نخونده، علوم سیاسی نخونده، این چیزا نخونده، به خودش اجازه میده که در مورد هر زمینه ای صحبت بکنه. میدونی اصلا نگاه به شرق، من قبلا هم گفتم یه سرچ بکنیم، پیووتینگ تو ایست، پیووتینگ تو چاینا، اصلا شعار اولیش آمریکایی‌ها دادن، یعنی حرف آمریکایی‌ها بوده که ما بعد از خاورمیانه جنگ های بی پایان، زمان اوباما هم دادن، زمان اوباما این شعار را دادن که ما بعد در واقع زوم اصلیمون، فوکس اصلیمون رو، توجه هستیمون رو ببریم رو کی بزنیم، روی چین بزنیم به عنوان قدرت برتر. از زمان بوش این صحبت شروع شد، بوش پسر، در زمان اوباما رسمی بیان شده، شما سرچ کنید پیدا میکنید، بخشن سند پی دی افش رو پیدا میکنید. در زمان ترامپ که دیگه اصلا اوج دشمنیش با چین بود و ما باید این جنگا رو تموم کنیم بریم سمت چین، زمان بایدن هم دیدید اون بحث دادن زیردریای هسته‌ای به استرالیا، مباحث مختلفی که وجود داره که در واقع در موردش دولت بایدن هم داره همین اقدام میکنه. جالبه کسی که اون سیاست رو تدوین کرد در دولت اوباما الان قرار به در واقع نفر دوم وزارت خارجه آمریکا بشه، چون این خانمی که تو مذاکرات بندی شرمن که نفر دوم وزارت خارجه آمریکا بود استعفا داده، دیگه بازنشسته خودش رو میخواد بکنه و در واقع اون آقایی که الان اسمش رو یادم رفت که اون سند رو در دولت اوباما نوشته بود بیاد بشه نفر دوم وزارت خارجه آمریکا، که در واقع باید تمرکز اصلی آمریکا بره به سمت چین. حالا دیگه نمیخوایم وارد بحثش بشیم، مسائل خاورمیانه و اینها، مسائل اوکراین و اینها داره به کجاها کشیده میشه و آیا اجازه میده با آمریکا که تمرکزش رو ببره به سمت چین یا نه. خیلی خب، این از داستان امروز، امیدوارم خوشتون اومده باشه، دیدگاهمون جالب تر شده باشه، جدید تر شده باشه نسبت به اپوزیسیون ایرانی. برای خود من جالب بود در واقع این سه تا سوال و جوابی که بهش داده بودن. موفق باشین، لطفا لایکتون نره، کامنتی دارید بذارید و عضو کانال بشید و دوستانتون هم معرفی کنید. فعلا خدا.